درود و سلام بر همه شما همراهان همیشگی کانال رادیو شب رو از اینکه مثل همیشه با من همراه هستید از شما بسیار سپاس گذارم داستان امروز ما داستان مردیه که در یک بره از زندگی خودش به هم نوع خودش گرایش پیدا میکنه البته توی این مدت اتفاقات خیلی خاصی براش پیش میاد قبل از اینکه بریم این داستان رو با هم بشنویم خوشحال میشم که ما رو با لایکتون حمایت کنید و اگه سابسکرایب ندارید حتما ما رو سابسکرایب کنید و کلید زنگولرم فشار بدید تا از جدیدترین داستانای ما با خبر بشید حمایت شما عزیزان باعث دلگرمی ما میشه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم بریم که با هم این داستان جذاب رو بشنویم خسته و کوفته به خونه برگشتم با اون وضع کثیف خونه که روبرو شدم مغزم تیر کشید ای خدا تا کی قراره با این اوضا بسازم منم به یه آرامشی نیاز دارم دوست دارم یه روز که از سر کار برمیگردم خونه رو تمیز و مرتب ببینم و یه ناهار گرم آماده باشه اما از وقتی که ازدواج کردم این روز رو توی رویاها میدیدم خانومم ژاله اصلا برای خونه وقت نمیذاشت از صبح تا بعد از ظهر درگیر کارهای خودش بود و تا به خونه برمیگشت خودش خسته نشون میداد منم دلم به رحم اومد و از خودم میگذشتم خونه رو خودم تمیز و مرتب میکردم با اینکه کار من از کار اون سنگین تر بود اما اون مدام ناله میکرد منم از این صفتش واقعا بیزار بودم وقتی که با همکاران مینشستم و اونا از زندگیشون تعریف میکردن، من حسرت می کشیدم. آخه دوست داشتم منم یه خانم تمیز و مرتبی داشته باشم. اما از شانس بد من خانمم بیحوصله بود هیچ وقت به فکر خونه زندگی نبود وقتایی هم که بهش تذکر میدادم در جوابم میگفت مرساد تو میخوای خونه نشین باشم من که هم و سال مادرامون نیستم که عین پیر زنا تو خونه بشینم من یه زن جوونم دارم کار میکنم باید توی جامعه حضور داشته باشم گفتم همه چی میانش خوبه جالجان؟ تو باید برای من برای خونه وقت بذاری همه چیز که تو کار خلاصه نمیشه اما به حرفام اعتنایی نمیکرد انگار نه انگار که من مرد زندگیشم و حق دارم یه همچین چیزایی رو ازش بخوام اون هیچ جوره وظایفش رو درست انجام نمیداد منم از دستش کلافه شده بودم اما بازم به خودم میگفتم بهتره باش را بیام بلکه بعدا به خودش بیاد و درست بشه اما آدمی که ذاتش بده هیچ وقت درست نمیشه روزا به همین منوال گذشت تا اینکه یه روزی از راه رسید و مادرم بیمار شد دلم به حالش خیلی میسوخت کسی رو نداشت که ازش مراقبت کنه گفتم یه چند روزی میارمش خونه خودمون اما مامانم قبول نمیکرد میگفت نمیخوام مزاحم زندگیتون باشم شما باید راحت باشید زنت خانم شاغلیه باید وقت آزاد داشته باشه من که نباید وقتشو بگیرم پسرم گفتم مادر این چه حرفیه میزنی جالب وظیفهشه که به تو هم رسیدگی کنه اون سه ماه مرخصی نگرفته بهش میگم که چند روزی رو مرخصی بگیره و کنارت بشینه تا وقتی که حالت خوب بشه به جاله زنگ زدم و گفتم جاله باید یه ده روزی رو مرخصی بگیری آخه مادرم قرار بیاد خونمون اونم در جواب گفت باشه عزیزم مشکلی نیست بزار بیاد من یه ده روزی رو مرخصی میگیرم از رفتار خوب جاله یک کم تعجب کردم. یه ذره خوشحال شدم از این رفتار جاله. ته دلم چه نقشه هایی که نکشیدم براش. میخواستم این کار خوبش جبران کنم. من دنبال مادرم رفتم و وسایلش رو به خونمون اووردم. وقتی جاله از سر کار اومد با خوشو بش از مامانم استقبال کرد. اون شب برای من یه شب رویایی بود. نمیتونستم باور کنم که این همون جاله خودمه. تماما با جاله قدیم فرق کرده بود. با خیال خوش به خواب رفتم و برای روز بعد یه نقشه کشیدم که جاله رو خوشحال کنم. همونطور که خودش من رو خوشحال و سپرایز کرده بود. اما وقتی از خواب بیدار شدم با یه صحنه شکه کننده مواجه شدم. خونه ترا تمیز بود و یه میز صبونه رنگارنگ آماده کرده بود. اما خبری از خود جاله نبود. چند مرتبه ای تماس گرفتم اما خاموش بود. تعجب کردم. اون اصلا عادت نداشت که گوشیش خاموش کنه. مامانم آروم روی میز نشسته بود و روزنامه میخون. نمیخواستم نگرانش کنم. دوباره وارد اتاق شدم. یه برگه روی آینه بود که نظرم رو جلب کرد. یه نامه از جاله بود. نوشته بود عزیزم من برای ده روزی به مسافرت رفتم. حواست به خودت و مادرت باشه. از بس عصبانی شدم احساس کردم که کل عضلاتم رگ برگ شدن. هر چقدر تماس میگرفتم خاموش بود و فایده ای نداشت از اتاق اومدم بیرون مادرم نگاه نگرانی انداخت و گفت چی شده پسرم چرا حالت پریشونه نمیتونستم حقیقت رو بهش بگم گفتم چیزی نیست مادر شما راحت باشید من یه سر میرم بیرون و زود برمیگردم رفتم سر کارم و ده روزی رو مرخصی گرفتم وقتی اومدم خونه مامانم در حال آشپزی بود دلم به حالش سوخت کنارش رفتم و گفتم مادر داری چی کار میکنی قرار بود استراحت کنی یا برو بشین من خودم ادامه میدم نگاه دل سوزانه ای انداخت و گفت پس جاله کجاست مادر با یادآوری اتفاق صبح اعصابم به هم ریخت گفتم مادر ایشون کار داره فعلا نمیاد خونه برخصی گرفتم که خودم در خدمتت باشم اش توی چشاش حلقه زد و گفت مادر نکنه من اینجا اومدم ناراحت شده اگه اینجوریه من برمیگردم خونم. من نمیخوام مزاحم شما بشم. بالاخره شما شاغلید نیاز به آرامش دارید. من نمیخوام آرامشتون رو سلب کنم. دستش رو محکم گرفتم و گفتم نه مامان تو رو خدا اینجوری حرف نزن. تو تاج سر مایی. دوتامون از حضور تو واقعا خوشحالی. اصلا بعد به دلت راه نده. همه خوب و رو به راه مامان جا. انشاءالله به زودی هم حالت خوب میشه عزیزم. هر چند ساعت یه بار با شماره جاله تماس می گرفتم. اما خاموش بود. ته دلم آتیش شوله شده بود. نمیتونستم آروم و قرار بگیرم. تو فکر بودم که اگه به خونه برگشت چه واکنشی نشون بدم. من باید به این رفتار نادرستش حد و مرز میذاشتم. زاشتم. هر چقدر که مراعاتش کرده بودم فایده ای نداشت. الانم به من و مادرم توهین کرده بود. این دیگه ته بازی بود. باید همه چی رو تموم میکردم. یا خودشو باید درست میکرد یا باید خودم اونو از زندگیم حذفش میکردم ده روزی به سختی گذشت به خونه که برگشت من تا اونو دیدم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم عصبی به سمتش رفتم و قریدم هیچ معلومه تو این همه وقت کجا بودی چرا گوشی تو خاموش کردی چرا بدون اجازه من بیرون از خونه زدی مگه قرار نبود توی خونه بمونی شونه ای بالا انداخت و گفت من مرخصی گرفتم تا چند روز رو استراحت کنم من نود روز سر کار وایساده بودم این ده روز رو باید میرفتم سفر باید میرفتم حال و هوایی رو عوض میکردم نکنه توقع داشتی که این فرصت رو سر مادر پیرت خرج کنم مگه اینجا خونه این سالمندانه مگه وظیفه منه که از مادرت مراقبت کنم تو حتی از من نظرم نخواستی با لحن ام گفتی که بیام خونه و از مادرت مراقبت کنم منم دستور کسی رو نمیپذیرم الانم برو کنار میخوام استراحت کنم فردا برم سر کار صد راهش شدم و گفتم تا وقتی که من دارم باهات حرف میزنم حق نداری از کنارم رد بشی من هنوز حساب کتاب نکردم باهات غری به تنش داد و گفت حساب و کتاب چی واسه اینکه که من قبول نکردم کلفتی مادر تو بکشم حساب و کتاب داری خب یه پرستار استخدام میکردی چی میشد اخم کردم و گفتم تو غلط میکنی جالی که همچین حرفی رو میزنی دیگه جایی تو این خونه نداری برو بیرون بود زده بهم به نگاه کرد و گفت کجا برم؟ اینجا خونه ی منه گفتم تازه یادت اومده اینجا خونه ی توه؟ نه خیل. دیگه خونه ی تو نیست برو دیگه نمیخوام ببینمت من دیگه از تو بدم اومده واقعا موندم که چجوری این همه مدت تو رو تحمل کردم باید از همون روز اول همه چی رو تموم کردم و از دستت خلاص می شدم ابروی بالا انداخت و انگشت اشارش رو به سمت مادرم گرفت و گفت پیر زن زندگی به خاطر این پیرزنه زندگیمونو به هم میزنی انگشتش رو محکم گرفتم و فشار دادم و گفتم این پیرزن مادرمه تاج سرمه تو اگه قبولش نداری جایی هم دیگه توی این خونه نداری تا یه لحظه پیش میتونستی با یه مذرت خواهی همه چی رو درست کنی اما الان همه چی رو روی خودت ختم دادی مامانم نزدیکم شد و گفت پسرم مرساد لازم نیست زندگیتون رو به خاطر من به هم بزنی من راضی به جدایی شما نیستم حالا که خودم باعث این سلب آرامشتون شدم من از خونتون میرم شما باید با هم کنار بیان خدا رو خوش نمیاد با هم آروم بشین و حرفاتون رو بزنید و به تفاهم برسید اینقدر به هم سخت نگیرید دست مامانم رو گرفتم و بوسیدم گفتم الهی من قربون تو و مهربونیات برم مامان نه لازم نیست تو جایی بری تو دلیل اصلی جدای ما نیستی من از خیلی وقته که این تصمیم گرفتم اما مدام به جاله وقت میدادم تا خودش رو درست کنه اما متاسفانه اون درست به نیست الانم بهتره که هر کدوممون به یه راهی بره اون شب حال خوبی نداشتم اما باید سرپا وای می سادم و به حرفم عمل میکردم کردم شاله رو از خونه بیرون انداختم با اینکه هنوز بهش حس داشتم اما پا روی قلب خودم گذاشتم و به ندای عقلم گوش دادم کارای جدایی رو انجام دادم مهریش هم دادم شاله هم عین خیالش نبود حتی سعی نکرد که با هم بمونیم و همه چی اصلاح کنیم منم از اون زندگی بی ثبات خسته شده بودم میخواستم یه زندگی پر از آرامش برای خودم بسازم اما بعد از جدایی ناخواسته وارد مسیری شدم که منو توی عالم ناشناسی وارد کرد با شخصی به نام کارن که همکارم بود روی هم ریختیم اون یه پسر سر به هوا بود و یه سری کارای نادرست انجام میداد. منم که از هر چی زن بود حالم به هم میخورد ترجیح دادم که با مردا باشم. کارین یه گرایشی داشت که منو بهش جذب میکرد. اونقدر در گوشم خون که وسوسه شدم و وارد این بازی نادرست شدم. یه شب که اومدم خونه وقت مناسبی دیدم که دلی از عزا در بیارم. کارینو به خونه خودم دعوت کردم. اون شب تا صبح جونه همدیگه افتادیم. واسه اولین بار من اون حس عجیب و تجربه کردم. برای من نابتر از انداشتن بود. کارن منو به یه عالم دیگه می بود. از اون شب هر شب در میون اون اتفاق بین ما رخ میداد. کم کم بقیه دوستانمونم دعوت کردیم. انواع و اقسام مزه ها و نوشیدنی ها رو اضافه کردیم. من غرق اون بازی شده بودم. با هر مردی که اون کارو کردم حس درونم بیشتر میشد و بازم احساس نیاز داشتم ماها از این موضوع گذشت و سه تا از همکارامم میدونستند که تو چه چاله ای افتادم البته که اونام هم همراه هم بودن و خودشونم لذت لذت میبردن اما اندازه من غرق نشده بودن کار اونا هفته ای بود اما من هر شب اگه این کارو نمیکردم خوابم بود ارتباط من و کارن روز به روز بیشتر میشد تقریبا همه چی همدیگر رو میدونستیم به یه مرحله ای رسیدیم که کنار هم دیگه با صدای بلند فکر می کردیم. یه روزی کارن گفت که خواهرم از بیکاری افسرده شده و به کار نیاز داره چه پیشنهادی میدی گفتم برای خانما بهتره که کارشون هنری باشه اما اگه میخوای جلوی چشت باشه بهتره کاری کنیم که اونم وارد شرکت بشه سرش رو به علامت تایید تکون داد و گفت پیشنهاد دومت بهتره من فردا با رئیس صحبت میکنم تا کیمیا رو استخدام کنه او لیسانس حسابداری داره و شنیدم که شرکت به یه حسابدار نیاز داره تایید کردم و گفتم آره فرصت خیلی خوبیه من مشتاق دیدن کیمیا بودم سه روز بعد به شرکت اومد وقتی قد و بالای رعناش رو دیدم دلم لرزید او خیلی زیبا بود چشای درشت و گیراش دل هر کسی رو میبرد اما از جایی که می دونستم متعهله نمیتونستم بهش نزدیک بشم. حد و مرز خودم رو رعایت کردم. کیمیا تو کارش خیلی جدی بود و اصلا به کسی توجه نمیکرد. از اخلاقش به شدت خوشم اومده بود. بارها به بهونه کار بهش نزدیک شدم و باهاش هم کلام شدم. اما کارن از دست من عصبانی شد و بارها به هم تذکر داد و گفت مرساد کیمیا شوهر داره و عاشق شوهرشه به این اجازه رو نمیدم که وارد زندگی قشنگشون بشی فهمیدی حد و مرز خودتو بدون من بابت این موضوع ناراحتم نیت تو از تشاد دارم میخونم دهنمو کج کردم و گفتم حرفا میزنی کاره من و خواهرت همکار هم هستیم فراموش نکن که کار ما به همدیگه وابسته است مدام باید با هم در ارتباط باشیم اوضاع کاری که نباید همیشه خشک و جدی باشه یه ذره شوخی و خندم ضرری نداره ابروی بالا انداخت و گفت ولی من احساس میکنم تو یه نیت دیگه ای داری از من گفتن بود از خواهرم دور شو نمیخوام رفاقت من و تو به هم بخوره دستی به شونه زدم و گفتم نگران نباش داداش من حد و مرز خودم و میدونم خواهر تو مثل خواهر خودم میدونم نگاه بعدی به من انداخت و گفت ولی من با اون شناختی که از تو دارم تو به خواهر خودتم رحم نمی کنی. اعصابم به هم ریخت. اخم کردم و گفتم تو حق نداری چنین حرفی رو بزنی کاره هنوز حرفامون تموم نشده بود که رئیس بهمون به گیر داد. مجبور شدیم حرفامون به یه وقت دیگه موکول کنیم. درونم آتیشی شعله ور شده بود. تا آخر تایم کاری با هم بحثی نکردیم. اما وقتی به خونه برگشتم میخواستم با صحبت کنم. اما او حتی جواب تماسامم نمیداد. تعجب کردم. اون پای ثابت شبان بود و من نمیتونستم یه شب رو بدون اون بگذرونم. خیلی به حضورش نیاز داشتم. اعصابم بدجوری به هم ریخت. روز بعد وقتی سر کار رفتم دیدم کارن بین همکارا شیرینی پخش میکنه. جا خوردم. به طرفش رفتم و گفتم مبارک باشه اما این شیرینی با چیه؟ ابروی بالا انداخت و گفت به مناسبت ترفی مقاممه. من مدیرعامل شرکت شدم. جا خوردم. من باید این مقامو کسب کس رئیس بارها به هم گفته بود که قرار منو مدیر عامل کنه. چی شد که یهو کارنو جای من گذاشت؟ بعد جوری عصبی شده بودم. یقش رو گرفتم و گفتم تو چه جوری جرأت کردی جای منو بگیری ها؟ دندوناش رو هم گذاشت و قرید. گفت مرساد یقم و ول کن وگرنه آبرو تو میبرم و ترسی به دلم را داد. من دلم نمیخواست که آبرو ببره. من برای خودم پیش یه سری از همکارام یه شخصیتی ساخته بودم. اونو به حال خودش رها کردم. اما درونم یه قوقایی به پا شده بود اون مدیراملی حق من بود باید کارن تاوانش رو پس میداد نگاهی به خواهرش انداختم و پوزخندی زدم گفتم میتونم اونو وارد بازی کنم اینجوری میتونم حق خودم رو از کارن بگیرم من یه پروژه گرفته بودم که کیمیان باید با من کار میکرد کل تایم کاریمونم با هم مینشستیم و کار میکردیم از جایی که رئیس تاکید میکرد تا آخر ما پروژه رو باید تموم کنیم بهونه خیلی خوبی بود که کیمیا رو به خونه خودم بکشونم و اونم وارد بازی کنم به کیمیا گفتم اینجوری فایده نداره باید شبام روی این پروژه کار کنیم هر جوری که شده باید اعتماد رئیس رو جلب کنیم کیمیا با ترس به هم نگاه کرد و گفت آخه خونه نمیشه شوهرم اجازه نمیده لبخندی زدم و گفتم آخه قرار نیست که تنها باشیم دوتا از همکارای دیگم کنارمون هستن اونا میان که سریعتر کارو جمع کنی نگاه رضایت بخشی زد و گفت اوکی من موافقم با اینکه شوهرم خیلی آدم حساسیه ولی مجبورم بهش دروغ بگم و بگم میخوام برم خونه یکی از همکارای خانومم البته شوهرم خیلی بهم اعتماد داره ته دلم عروسی به پا شده بود من به هدفم رسیده بودم چه نقشه که نکشیدم بعد از اتمام تایم کاریمون کیمیا به شوهرش زنگ زد و گفت که کارمون سنگین شده و باید امشب تا وقت کار کنه اونم با دوستش ازش اجازه گرفت نمیدونم شوهرش چی بهش گفت که یه لبخند خاصی زد و گفت نه عزیزم خیالت راحت باشه من مواظبم استراحت میکنم حتما بین کار ممنونم از اینکه به فکرم هستی به خونه ما رفتیم دوتا از همکارای هم اومدن کارا رو روبرا کردیم و یه جوری تمومش کردیم یه اشاره به یزدان کردم. اونم که لبخند پهنی زد و در و قفل کرد. کیمیا با ترس بهمون نگاه کرد. با صدای لرزون گفت چرا در و قفل کردین؟ لبخندی زدم و گفتم نه ترس زیادی تو رو اذیت نمی کنی. فقط میخوام یه بازی با تو داشته باشم. بخوام یه حالی بهت بدم. آخه امشب از شوهر دوری. حیفی باید یکی از خجالتت در بیاد. گفتم شاید یکی من کافی نباشم واسه همین دو از همکارای دیگرم با خودم آوردم و هشت زده به همون نگاه کرد تا خواست از جاش بلند بشه دستش رو گرفتم و تایی به جونش افتادیم تا خود صبح دل از تنش نکند اما وقتی به خودمون اومدیم اون غرق مایه قرمز شده بود کلافه دستی به موهام کشیدم و گفتم چرا باید این خونا به از اون بزنه بیرون یه هزان گفت احتمال داره باردار باشه تنم یخ کرد خدا خدا میکردم اونطوری که فکرشو میکنم نباشه خم شدم و به کیمیا گفتم تو حامله ای؟ بی حال سرشو به عنوان تایید تکون داد دنیا رو سرم خراب شد نمیدونستم چه کار باید بکنم وای اگه اون به حرف بیاد و بگه ما این بلا رو به سرش اووردیم یا اینکه بره و شکایتمونو بکنه نابود می شدیم. سردرگم بودم یه آژانس گرفتم و دو برابر هزینه رو براش پرداخت کردم گفتم این خانم و بیمارستان برسون هرچی شد نگو که اینجا بوده بعدام هوا تو دارم بیا بیشتر بات حساب میکنم اسنپی هم سرش رو تکون داد و هر کاری که میخواستم و به بهترین نحو انجام داد احساس کردم همه چی رو به شده حقوق یه ماه بهش پرداخت کردم اونم قول داد که همه موضوع رو فراموش کنه اما موضوع اینجا تموم نشد و هنوز اول راه چالش سخت من بود. من خودم و توی بد مخمسته انداخته بودم. به سختی میتونستم خودم رو خلاص کنم. کارن اعصابش به شدت داغون بود. وقتی به سر کار رفتم یقم رو گرفت و گفت اون کار تو بوده دیگه درسته؟ اخم کردم و گفتم چی کار من بوده؟ از چی داری حرف میزنی؟ گفت تو بودی که اون بلا رو سر خواهرم آوردی خودم و به اون رو انداختم و گفتم من چی کار خواهرت دارم؟ برو ببین کی بوده بند خدا؟ چرا یقه منو گرفتی؟ از جایی که هفتاد و دو ساعت از اون موضوع گذشته بود خیالم راحت بود که کسی نمیتونست اثبات کنه که کار من بوده از اینکه که میدیدم اعصاب کارن داغونه از ته دل خوشحال بودم نمیخواستم توی مقام جدیدش خوشحالی کنه تنها نقطه ضعفش خواهرش بود که من دست روی همون گذاشته بودم کارن در به در دنبال اون شخص میگشت کیمیا نمیتونست به حرف یاد آخه از شوهرش میترسید بهش گفته بود که خونه همکارای زنش رفته و یه اتفاق براش افتاده ولی در واقع خونه من بود حتی از ترس کارن اسم اون همکارم بهش نگفته بود اما کارن حد زده بود که خونه من بوده توی ساختمونمون یه دوربین گذاشته بودن حد زدم که کارن به ساختمون میاد و از نگهبان میخواد که فیلم رو ببینه من زودتر به ساختمون رفتم و اون فیلما رو حذف کردم یه هم تو دست نگهبان دادم و سکوتش رو خریدم. اون یه جزی از موضوع رو دیده بود و باید سکوتش رو می خریدم. وگرنه اون ما رو تو خطر می سخت سردرگم بودم. توی حوزه کاری سعی می کردم که نظر رئیس رو جلب کنم تا بتونم جایگاه کارن رو بگیرم. کارن برای پیدا کردن اون مرد جانی تو کارش کمکاری داشت. رئیس مدام بهش تذکر میداد زندگی کیمیا بعد از از دست دادن بچهش به هم ریخت چون اون یه مشکل نازایی داشت و سه سال بیوقف شوهرش خرجش کرده بود و کلی هم دارو و درمان کرده بود تا اینکه بتونه حامله بشه وقتی هم که استخدام شد بعد از دو ماه باردار شده بود شوهرش ازش خواسته بود که برای مدت بارداریش توی خونه بشینه استراحت مطلق داشته باشه اما کیمیا به کار و شرکت وابسته شده بود و مخالفت کرده بود و گفته بود که من تازه خودم رو پیدا کردم نمیخوام کارم رو از دست بدم خودم میتونم مراقب بچم باشم نیازی نیست که تو منو محدود کنی اما اون روزی که من اون بلا رو سرش اووردم دکتر بهش گفته بود که دیگه هیچ وقت نمیتونه حامله بشه شوهرشم از بس عصبی شده بود بهش گفته بود که دیگه اونو نمیخواد و باید از هم جدا بشی بهش گفته بود که تو از همون اول نمیخواستی بچه دار بشی گرنه به حرفام گوش میدادی دلم به حال کیمیا میسو. اون بیگناه بود. ولی مجبور بود تاوان کارای اشتباه کارن رو پس بده. کم کم کارن کارش رو از دست داد و همونطوری که من میخواستم رئیس من رو جایگزین کرد. کارن وقتی با خبر شد یه قوقایی به پا کرد. گفت تو نارفیق بودی و با خوش روی و تظاهر نزدیکم شدی. زندگی و تباه کردی. اما من میدونم چجوری حقم رو ازت بگیرم. فکر میکنی اینجا بازی تموم شده؟ نه آقا من باید بهت بگم که هنوز اول ماجرا هستیم و من تا حق خودم و کیمیا رو ازت نگیرم آروم و قرار نمیگیرم پوز خندی زدم و گفتم رقابتی که ما دوتا داریم نه تنها یه چالشه بلکه یه فرصتیه تا نشون بدیم کی قوی تره کاره سرش رو تکون داد و گفت نشونت میدم که من قوی ترم الانم میتونی خوشحالی کنی اما چرخ و فلک زندگی میچرخه الان تو بالایی و به من و خواهرم که خود زمینه زدی میخندی اما من یقین دارم یه روزی میاد و ما تو رو به زمین میزنیم و به حال فلک زدت میخندیم عجله ای نیست ما آدمای صبوری هستیم دلمون به آینده خیلی قرصه به ترس از ضعیفی که یه شب قوی میشه مرساد زیادی به وضع الانت نناست من اصلا بعد به دل خودم راه ندادم خیالم راحت بود از اینکه من میتونم این بازی رو ببرم برای اینکه یه بار تونسته بودم بازی رو ببرم. خیال میکردم برای همیشه این قدرت رو دارم. هیچ فکرش رو نمیکردم که کارن بتونه به فهم نقطه ضعف من چیه. آره نقطه ضعفم مادرم بود و ترس داشتم که نکنه نقطه ضعفم رو بفهمه. که اگه اتفاقی برای مادرم میفتاد اصلا رو نداشتم که تو چشاش نگاه کنم. به خودم گفتم کارن که اصلا خونه مادرم و نمیدونه کجاست از کجا میتونه اونو پیدا کنه و بهش بگه که من چیکار کار میکنه؟ سعی کردم ادامه بدم و از اون کارهای کسیفم دست بکشم اما یزدان هر از گاهی منو وسوسه میکرد و بازم اونو به خونمون دعوت میکردم و دلی از اعضا در میووردم تا اینکه یه موقع که من و یزدان با هم بودیم در خونه باز شد و مادرم وارد خونه شد دنیا رو سرم خراب شد فراموش کرده بودم که من یه کلی دست مادرم دارم. کارن آدرس مادرمو گیر ورده بود و بهش گفته بود که من تو چه حفره افتادم. شرم کردم. خودم رو جمعجو کردم و از اتاق زدم بیرون. مامانم با تأسف بهم نگاه کرد. گفت واقعا برات متاسفم. مرساد این تویی؟ تو خودتی؟ مرسادی که با اسمش قسم میخوردم همه منو باور میکردن. تو این کارا رو میکنی؟ برات متاسفم. وقتی این مرد اومد و همه و برام تعریف کرد من اون حرفا رو باور نکردم گفتم باید همه چی رو با چشم خودم ببینم اومدم تا پاکی تو رو برای ثابت کنم اما همه چی برعکس شد اون به من ثابت کرد که چه آدم کثیفی رو بزرگ کردم حیف که این همه مدت سنگ تو رو به سینه می زدم. تو اصلا ارزشش رو نداشتی از این به بعد فراموش کن که مادری داری همونطور که حین انجام دادن اون کار کثیفت منو از یاد بردی نزدیک شدم و گفتم مامان به هم فرصت بده از خودم دفاع کنم مامان من داد زد و گفت چی میخوای بگی دلیل این کار چی بود ها؟ نیاز شدیدی داشتی نمیتونستی خودتو کنترل کنی به هم خبر میدادی خودم دنبال یه زن خوب میگشتم تا تو رو از این محلکه نجات بدم دلیل این کارا چیه دقیقا؟ روی زمین نشستم و دستم و روی سرم گذاشتم و گفتم مامان تو خیلی خوب میدونی که جاله چجوری با هم رفتار میکرد. من میترزدم بازم یکی مثل اون وارد زندگیم بشه. بازم زندگیم بد بشه. من نای تحمل اون سختی کشیدن های سابقا نداشتم. ترجیح دادم لذت های آنی با یه هم خودم رو داشته باشم تا اینکه یه زنی رو وارد زندگی کنم. مادرم عصبانی شد و گفت پس این رایی که در پیش گرفته بودی درسته؟ تون بلا رو سر خواهر این بند خدا آوردی؟ بازم این کار کردم. کارن محکم روی میز زد و گفت تا کی میخوای انکار کنیان؟ تمام شواهد موضوع رو تایید میکنه فقط تو داری انکار میکنی خواهرم هم راضی به حرف زدن نیست معلوم نیست چی بهش گفتی که جرأت نمیکنه حرف بزنه شونه ای بالا انداختم و گفتم خب من نبودم دیگه اگه بودم که خواهرت بهت میگفت گفت من میدونم برای سکوتش هم یه کاری کردی بذار بزار یه اثباتی دستم بیاد به جان عزیزم روزگار تو سیاه میکنم وقتی کارن از خونم بیرون زد بازم با مادرم مواجه شدم اون نگاه های بدی که بهم به می میداخ بعد جوری منو آزار میدادم با صدای بغزالودم گفتم مامان تو رو خدا اینجوری منو نگاه نکن درست خطا کردم اما به بزرگی خودت ببخش بهت قول میدم که تکرار نکنم این اشتباهاتو من قول میدم جبران کنم اساشو محکم روی زمین کوبید و گفت فکر میکنی این اشتباهت قابل جبرانه از من طلب مغفرت میخوای؟ تو خودتو گم کردی مرساد برو از خودت معذرت بخوا خودتو آلوده کردی قرار بود تمیز و پاک باشی سرمو پایین انداختم و گفتم مامان دستمو بگیر کمکم کن که همه چیو اصلاح کنم مامان من تا چند دقیقه پیش هنوز خام بودم با یه تلنگر به خودم اومدم الان میخوام به حال فلک زدم توجه کنی منو پس زد و گفت تو خیال میکنی با این حرفها. باهات را میام؟ نه تو همه چی از دست دادی مرساد من به پسری مثل تو دیگه افتخار نمیکنم. از این به بعد حق نداری پا تو تو خونه من بذاری مگه اینکه پاکی تو برام اثبات کنی مادرم تنها گذاشتم و از خونه زد بیرون حالم خیلی بد بود نمیدونستم چه خاکی به سر خودم بریزم بعد از اینکه مامانم رفت که از از اتاق زد بیرون و رفت من قبول داشتم که توی عالمی غرق شده بودم که نمیتونستم خودم و نجات بدم الانم توی حالی بودم که دلم میخواست کسی باشه که دستم رو بگیره و منو از اون امواج طوفانی و اقیانوس گناهام نجات بده اما کسی نبود مجبور بودم خودم تنها دست و بزنم در به در دنبال کیمیا میگشتم میخواستم ازش معذرت خواهی کنم و هر چی که لازمه انجام بدم براش با هزار بدبختی اونو پیدا کردم وقتی با هم صحبت کردیم گفتم کیمیا چجوری میتونم بهت کمک کنم نگاه غمگینی انداخت و گفت تو خودتو از زندگیم دور کن همین نمیخوام تو رو دورو برم ببینم هر باری که تو رو میبینم یاد اون اتفاق شوم میافتم من به خاطر آبروی خودم چیزی به کارن نگفتم اما کارن خودش میدونه که من اون شبی که با تو از سر کار بیرون زدم تنها با تو صحبت میکردم و با همکارای زنم هیچ ارتباطی نداشتم و چیزی که شکه شد و برابر کرده اینه که من هیچ اسمی ندادم که حرفمو اثبات کنم نگران نباش من حرف نمیزنم اما به این حرفم هم خوب فکر کن چون چوب خدا بی سداست. من یه دختر ضعیفی هستم و نتونستم به زبون بیارم و حق خودم رو ازت بگیرم ولی یه خدایی دارم که اون میتونه حقمو به بهترین نحو ممکن ازت بگیره دلم لرزید و گفتم تو رو خدا منو نفرین نکن کیمیا من پشیمونم پوزخندی زد و گفت من نفرینت نمیکنم من تو رو به خدا میسپرم اون میدونه چی به صلاح من و توه. امیدوارم زیاد سختی نکشید. به هم اجازه نداد که بیشتر باهی صحبت کنم. منو تنها گذاشت دارم. هر بار که به خونه ی مامانم میرفتم، مامانم واکنش بدی نشون میداد. از رنگ و روش معلوم بود که حال خوبی نداره. اصرار کردم ببرمش دکتر، اما قبول نکرد و بهم هم گفت من حاضرم همینجا بمیرم، اما با تو یکی جایی نرم. قلبم تیر کشید. من نمیتونستم مادرم رو با این حال داغون ببینم. دو روز بعد به خونه مامانم رفتم. تعجب کردم. اون هیچ وقت تا ساعت یازده صبح نمیخوابید. اون روز هنوز توی تخت خوابش بود. نگرانش شدم. تکونش دادم و بیدار نشد. قلبم هوری ریخ. حتی جاعت نداشتم فکرش بکنم که مادرم از این دنیا رفته. نفس نمیکشید. به امید اینکه دوباره زنده بشه بیمارستان بردمش. اما اونو گفتن یه روز کامل از فوت کردنش میگذره. من تک و تنها مونده بودم. تنها کسی که داشتم مادرم بود که اونم از دست دادم. چیزی که بیشتر منو عذاب میداد قهر از دنیا رفت. هر روزی که میگذشت یه چیزی رو از زندگیم از دست میدادم و در آخر حتی کاری که به خاطرش جنگیده بودم و از دست دادم. کارن دوباره مدیرامل شد. من برای اینکه بتونم نیمی از کارهای گذشتم و جبران کنم از کیمیا خواستگاری کردم. کیمیام در جوابم گفت تو توقع داری قبولت کنم؟ لعنتی من از تو بیزارم دعا میکنم بدبختتر از اینم بشی تو بودی که باعث شدی من از عشق زندگیم جدا بشم تنها بمونم تو با زبانی این همه عذاب کشیدن من هستی فکر کردی درد من شوهر داشتنه تو منو محروم کردی از عشقم از بچم از زندگی از کارم همه چیو از من سلب کردی هر چی به کیچی کمه اینا تاوان کارایی هستی که با منو دیگرون کردی زندگی هنوز ادامه داشت و من باید دست به کار می شدم می که نمیتونم رضایت کیمیا و کارن رو جلب کنم اما شاید میشد یه جوری خدا رو از خودم راضی کنم. من بعد از مدت ها دل به مسجد سپردم و برای تقرب به خدا به موقع نماز می‌خوندم و دعا می کردم که شاید یه فرجی بشه به حالم. تا اینکه توی شرکتی استخدام شدم و به عنوان آبدارچی حقوق بخور نمیری دارم. اما نصف همین حقوق و در راه خدا به نیابت از اون کسایی که آزارشون دادم و حق و نازی گردنم داشتن صدقه میدم. تا بلکه گناهان پاک بشه و این عذاب سنگین از روی دوشم برداشته بشه این بود داستان دردناک زندگی من از اینکه شنونده داستان زندگیم بودید از شما سپاس گذارم و خوشحال میشم که نظرات و راهنمایی هایی به من بدید که بدونم در این بره از زندگیم باید چه کارایی انجام بدم که از لحاظ روحی و روانی بهتر بشم همراهان عزیز چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید